جامعه‌شناس مقیم سوئد در تحقیقی به موضوع توازن میان نیروهای مردم تظاهر کننده و نیروهای انتظامی و امنیتی پرداخته. در بخشی از گزارش آقای طائفی آمده که کل نیروهای انتظامی در کشور 60,000 نفر است و مجموع نیروهای مسلح از جمله لباس شخصی ها حدود 35,000 نفرند که در جمع میشن 95,000 نفر نیروهای انتظامی مسلح و پاسداران هم 190,000 نفرند که حدود 40,000 نفر اونها بسیجی هستند، در حالی که ایران حدود 2,000 شهر داره. در این قسمت از برنامه آقای طائفی مهمون ما هستن. خوش آمدید آقای طائفی. اهمیت این آمار در شرایط کنونی در چیه و چرا اطلاع از اونها رو برای عموم مردم مهم میدونید؟ با تشکر. من فکر می‌کنم اگر یک تعریف مشخص از نظام قدرت بدیم که مجموعه سازمان یافته ای از نیروهای به اصطلاح دفتری و نظامی برای اعمال زور هستند، به ویژه در قامت استبداد دینی، میتونم بگم که متاسفانه به دلیل تجربه‌ای که استبداد در تاریخ ایران به ویژه در طول این 14 اخیر گذاشته، این است که همواره سبب ایجاد رعب و وحشت کرده که احیانا مردم به قدرت و توانایی خودشون چندان اتکا و اعتماد نکنند. مروری بر آمار آنچه که به عنوان نیروی سرکوب در میادین شهرهای مختلف در کشور اتفاق میفته، مروری بر اونها به ما نشون میده که انصافا خیلی این ارقام خیلی تکان دهنده نیست. اگرچه اینها با سراسر با دندان مسلح هستند، ولی زمینه اعتماد به نفس و توانایی و اعتماد به قدرت مردم را در بین خودشون میتونه افزایش بده. با توجه به اینکه وقتی میبینیم، چنان که اشاره کردید، بخش از آمار، ما میبینیم که متوسط کسانی که در بخش سرکوب نیروهای انتظامی و نظامی میتونن وارد میدان عمل بشن و در خیابان‌ها به سرکوب مردم بپردازن، مجموعاً به طور متوسط 100 نفر به هر شهر هست. یعنی اگر احیانا مردم به توانایی ها و یک پارچگی قدرت خودشون پی ببرن و این پراکندگی قوای خودشون رو در سراسر کشور به نحوی توزیع بکنن، ما خواهیم دید که این نیروی اندک به هیچ وجه توانایی روبرویی و سرکوب مردم رو نخواهد داشت. چنان که در طول این شاید قریب 50 روز گذشته ما شاهد این هم بودیم که توانایی سرکوب رو نتونستن به صلاح عمل بکنن. آقای طائفی، حالا قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، با توجه همین صحبت‌های خودتون، این تازه همین آمار در حالی است که یعنی هیچ ریزش یا سرپیچی وجود نداشته باشه، خیلی کوتاه به این پاسخ بدید. این نکته که اشاره کردم با ملاحظه همه موارد است. یعنی ببینید، این مجموعه 200,000 نفر و از اون ور 100,000 نفر، رو هم 300,000 نفر، بخش بزرگی از اینها کسانی هستند که قاعدتاً باید در پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی خودشون بمانند. بله. هم به خاطر دفاع از مرزهای ما، خب طبیعتاً سپاه که نمی‌تونه تمام مرزها رو ول کنه و بیاد به سرکوب بپردازه. بی‌تردید چنین کاری نمی‌کنن، اساساً منطقی هم نیست. یک دومی که حتی نیروی انتظامی هم، بخش بزرگی از نیروی انتظامی و حتی سپاه، بخشایی هستند که خیلی ناراضی از دستگاه قدرت نیستن و میل به مشارکت برای سرکوب رو ندارن. بله. علاوه بر اینها تعداد قابل توجهی باید در بخش پشتیبانی و لوجستیک و اداری بمانند در پاسگاه و پایگاه ها. لذا نسبت حدوداً 20% از مجموعه این نیروی انتظامی و امنیتی وارد میدان میشن. و از این 20% شما میبینید که نهایتاً رقم بسیار اندک است در مقابل سیل گسترده نیروهای مردمی که اگر من فقط این رو اشاره بکنم، فقط مردم رو اگر بین 15 سال که امروز در میدان هستن تا 65 سال رو محاسبه کنیم که نیروی بالقوه فعال در جامعه هستن، بله، محاسبه بکنیم، قریب بیش از 60 میلیون آدم در کشور هستن که به طور بالقوه میتونن وارد جنگ و ستیز با این نظام سرکوب بشن. حالا همونجوری که در واقع فرمودید، با این اوصاف فکر می‌کنید که با این تعداد نیروها امکان کنترل شهر توسط دولت وجود نداره دیگه. ولی سوال این که آیا در این وضعیت امکان داره که حکومت به سمت استفاده از ارتش برای سرکوب پیش بره؟ ببینید، تجربه 14 گذشته نشون داده که ارتش اساساً پاسدار مرزهای کشور هست، چنان که در دوره جنگ هم ارتش بیشترین نقش رو ایفا کرد. و اساساً ارتش در طول این جنبش‌های سریالی که پیش از این از سال 78 به این ور رخ داده، هرگز در میادین سرکوب حضور نداشته، بلکه بیشتر پاسدار و نگهبان مرزهای کشور است. امکان این که بتونه ارتش رو وارد میدان بکنن، با فرض حتی ورود ارتش به میدان سرکوب‌ها در به اصطلاح خانه‌های آخر، وقتی نظام احساس خطر از سرکوب و سرنگونی خواهد کرد، حتی در اونجا هم باز همین ذرایب قابل لحاظه. یعنی بخش بزرگی از ارتش همسازی و همسویی با نظام و قدرت ندارن، بخش بزرگیشون باید در مرزها بمونن و بخش بزرگیشون در بخش‌های پاسگاه‌ها و نیروهای نظامی یا پادگان‌های خودشون بمونن و
نسبت بسیار اندکی وارد میدان بشن که چنان که گفتم 3% نیروی نظامی و سرکوب نهایتا به 5% میرسه. 5% معذرت میخوام، یعنی قریبی 0.3% بود که قریبی 1% میشه. این 1% نهایتا میخوام بگم این 100 نفر به 150 نفر میرسه. بله. اساسا رقم های قابل توجه نیست، اگرچه این بخش طبیعتا بخش در تا دندان مسلحی است، ولی فراموش نکنیم که همین بخش نیروی انتظامی و سرکوب هم قاعدتا حتی آنهایی که در میدان سرکوب هستند بعد از مدتی بی‌اعتمادیشون به قدر نظام و قدرت افزایش خواهد یافت و به شدت خسته خواهند شد و قاعدتا آنجاست که موقع ضد حمله مردم خواهد. بسیار متشکرم جناب علی طائفی از مالمو سوئد که با ما همراه شدید در این گفتگو، سپاسگزارم.